سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. من پری هستم، امروز با یه آموزش متفاوت کوکو سیب زمینی هستم در خدمتتون. ما اینجا مواد لازم رو داریم: 3 عدد سیب زمینی، 1 عدد پیاز متوسط، 2 عدد تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری آرد داریم، زردچوبه و فلفل سیاه به میزان لازم و نمک. بریم که با هم آماده کنیم. خب الان که آب به جوش اومده، ما سیب زمینی رنده شده رو داخل آب جوش می‌ریزیم به مدت 3 دقیقه عزیزان. این سیب زمینی ها به این مرحله که رسید، کاملا کفش نشاستش داخل آب حل میشه و کمی هم نرم میشه. خب سیب زمینی رو داخل این قابکش میکنیم. خب ما بعد چی کار میکنیم بچه ها؟ یه دونه پارچه داخل همون قابلمه یا یه ظرف دیگه میذاریم، سیب زمینی ها رو میریزیم داخل یک پارچه که قشنگ آبش رو ما بگیریم. دوستان این همون سیب زمینیه که آبش رو گرفتیم و پختیم به مدت 3 دقیقه و این همون یه عدد پیازیه که رنده کردیم. ما 2 قاشق آرد بهش اضافه میکنیم. نمکم به اندازه دلخواه هستش که من تقریبا 1 قاشق چایخوری میریزم و 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق چایخوری هم زردچوبه یا کمتر به میزان دلخواه و 2 عدد تخم مرغمون. دوستان شما اگر دوست داشته باشید میتونید کمی فلفل قرمز هم بهش اضافه کنید به دلخواه، که من دوست دارم کمی اضافه میکنم تندتر باشه. ما میریم که مواد با هم مخلوط کنیم. چون ما کلی مواد با هم مخلوط کردیم به این صورت که در اومد، اینو شکل و فرم میدیم. این نکته خیلی مهم اینه که عزیزان، ما اینو داخل فریزر میذاریم به مدت حالا 20 دقیقه. اینا وقتی که داخل فریزر میره خودشون یه شوکی بهشون وارد میشه، خودشون رو جمع میکنه، بعد که اومد داخل روغن قشنگ سرخ میشه و برشته. خب ما بعد از 30 دقیقه کوکو سیب زمینی را از فریزر خارج میکنیم، بریم که سرخ کنیم. خب ما روغن رو میذاریم داخل تابه داغ شه. اینا رو به همین صورت برمیگردونیم. سوپاره یکی یکی سرخ میکنیم داخل روغن رطوبت. دوستان شما میتونید این کوکو رو بذارید داخل فر به مدت حالا 20 دقیقه 10 دقیقه بهش سر بزنید، به خاطر این اگر که دوست داشته باشید رژیمی باشه. دوستان عزیز غذای ما آماده است به همین سادگی، به همین راحتی، به خاطر اینکه مغز کوکو همیشه اگر حواستون باشه قدیما دورسوز میشد و داخل کوکو همیشه خام میمون، اما با این روش قشنگ پخته میشه همه چی. امیدوارم که شما هم درست کنید، خوشتون بیاد و اگر دوست داشتید سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره و اون زنگوله رو لطفا بزنید. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار عزیزان.